همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست احمد چه اطلاعاتی بیشتری درباره نشست گروه تماس اوکراین داریم خب نشست این به این خاطر انجام شده که تحولات جدیدی در جنگ اوکراین و روسیه وجود داره بعد از اینکه خب اوکراینی ها پیشرفت هایی رو در شهر کورس که روسیه داشتن و این مناطقی رو از این منطقه به دست آوردن خب روس ها حملات خودشون رو تشدید کردند و خب تلفات زیادی رو بر اوکراینی ها متحمل کردن و بر همین اساس هم این نشست که نشست وزرای دفاع گروه تماس اوکراین هست پنجاه کشور در اون حضور دارن به دعوت آقای لوید آستین برگزار شد نشست در پایگاه رامشتاین که متعلق به نیروهای آمریکایی هست در ایالت رایلند فالت در نزدیکی فرانکفورت برگزار شده و این برای اولین بار هستش که آقای زلنسکی در نشست وزرای دفاع گروه تماس داره شرکت میکنه و در اونجا خواستار این میشه که کمک های نظامی بیشتری از سوی متحدان به این کشور انجام بشه آقای زلنسکی معتقد که باید کشورهای دوست سلاحهایی که برد بلند دارند رو در اختیار اوکراین قرار بدن نه تنها برای بازپس گرفتن دونتس که الان به طور کامل در اشغال روسیه هست بلکه برای هدف قرار دادن خاک روسیه هم باید از این سلاحها استفاده بشه تا بلکه از این طریق بتوان روسیه و سربازان روسی رو به این فکر واداش که اونها هم باید به صلح فکر کنن و در واقع به این جنگ پایان بدن آقای زلنسکی در صحبتاش به, چند مورد دیگه هم اشاره میکنه یعنی خواستار این میشه که کمک‌های کمک های هوایی هم به این کشور انجام بشه از جمله در خصوص هواپیما های F-16 که در اختیار اوکراین قرار داده شده آقای زلنسکی میگه این هواپیما ها خیلی موثر بودن و تونستن نیروهای اوکراینی با این هواپیما ها،, ها و همچنین موشک هایی که از سمت روسیه شلیک شده بوده هدف قرار بدن اما آقای زلنسکی میگه اینها کاملا موثر بوده اما لازمه که اوکراین یک نیروی هوایی قوی تری داشته باشه و خواستار این شده که یک سری از هواپیماهای پیشرفته تر از F16 هم در اختیارش قرار داده بشه که این بسیار قابل تحمل هستش همچنین در خصوص سامانه های هوایی که در اختیار اوکراین هست هم آقای زلنسکی معتقده که همه کشورها و کشورهای دوست به طور خاص به قدری سامانه ضد هوایی دارن که اوکراین یعنی کشورشونو بتونن از حملات روسیه معصوم بدارن و او گفته که نمیخواد در خصوص تعداد سامانه های ضد زد ضد هوایی که در اختیارش هست صحبت بکنه اما آقای زلنسکی به کنایه گفته که تعداد سامانه های دفاع هوایی که قول با داده شده به داده بشه هم قابل توجه و به نظر میاد که خواستار این شده که هر چه سریعتر این سامانه ها در اختیار اوکراین قرار بگیره با این حال آقای زلنسکی تونسته در رامشتاین نقدا 250 میلیون دلار رو از ایالات متحده دریافت کنه همچنین آلمان هم اعلام کرده که 12 تا توپ خودکششی هویتسر رو در اختیار اوکراین قرار بده ممنون از توضیحاتت همکارم احمد سمدی که از برلین با ما بودیم